شهید شدن عبدالمنان ارغند خبرنگار تلویزیون کابل نیوز در ولایت قندهار. واکنش های گسترده در پیوند به شهید شدن عبدالمنان ارغند. و ایران پیشنهاد اصلاحات آمریکا و فرانسه در قرارداد اتمی با این کشور را رد کرد. به نام خدا و با عرض سلام به مجموعه خبرین ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. مشروع خبرها. عبدالمنان ارغند خبرنگار تلویزیون کابل نیوز را افراد مسلح موترسایکل سوار در ولایت قندهار به شهادت رساندند. ارغند شهید صبح روز چهارشنبه و سوی دفتر کارش در حرکت بود که در مارکت یارانه در مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر قندهار مورد حمله دو تن از افراد مسلح موترسایکل سوار قرار گرفت و به شهادت رسید. برادر شهید ارغند میگوید که آنان با هیچ کس دشمنی شخصی نداشتند، بلکه برادرش تنها وظیفه خبرنگاری را به پیش می برد. از سوی دیگر خبرنگاران و رسانه‌های قندهار در واکنش به شهادت ارغند با نشر خبرهای مربوط به حکومت و جنگجویان مسلح اعلام مقاطعه کردند. این جسد بروح عبدالمنان ارغند شهید خبرنگار محلی تلویزیون کابل نیوز در کندهار است که به حیث یک راهرو راه آزادی بیان صدایش برای همیشه خاموش ساخته شد. عبدالمنان ارغند روز چهارشنبه زمانی که از خانه به سوی کارش در حرکت بود در مارکت یارانه در مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر کندهار مورد حمله دو تن از افراد مسلح موترسایکل سوار قرار گرفت. برادر ارغند میگوید که آنان با هیچ کس دشمنی شخصی نداشتند، بلکه برادرش تنها صدای مردم را بلند می کرد و وی از سوی دشمنان کشور به شهادت رسیده است. شخصی در این چه سر تزاد نلرو و بیا دی داره کم خپلواک سره و دست یا بیا زار سره و دست نده و پراکیخات من سرگی نپوچیجه نو خام خواه دست یا دستیست پا جمع بینسکی چی آقا مخالفین ده هیواد نو دا پر جر بانی طول باوریو چې د دې هیواد مخالفینو د دې هیواد چې نه غواړي چې هیواد جوړ سي دغو خلکو د لاس څخه دا پیښه سوې ده. جنازه عبدالمنان ارغند به حظیره آبایی‌اش در ولسوالی ژیره انتقال داده شد که در مراسم جنازه وی نیز شمار زیادی از افراد اشتراک کرده بودند. نزدیکان و دوستان وی میگوید که عبدالمنان ارغند با هیچ جناحی وابسته نبود و تنها وظیفه خبرنگاری را به پیش می برد. آنان از اداره محلی می خواهند تا این رویداد را به گونه جدی بررسی و عاملان آن را گرفتار و مجازات کند. ما سر شرکوال اول دست یا مشکل ستا اختار واش ما نو تیرش پانو دلیو کورت تلیو کنی دی کورت نتلی چندانی دلیو پا دفتر که بشپیه کولی نو کورت رالی سار نو دست نا وقت تیم چی پونتون تنو تلی دفتر تر روانو نو پرلاره که نو ده اوزی ده ماموریت سر ده نیمی اوزی نو ده غچکان ده خواست که شهادت برسید. ترور عبدالمنان ارغند با واکنش جدی خبرنگاران کندهار مواجه شده است. اینجا دوستان و همسنگران عبدالمنان ارغند گرده هم آمدند و هشدار می دهند تا زمانی که امنیت آنان تامین نشود خبر هیچ جناحی را نشر نخواهند کرد. آنان بر شناسایی و مجازات عاملان این رویداد تاکید می کنند. هر خپل خطرونه پر ځان کارل او د نورو مزور ته اسانتیاوی برابر کړی مثلا د جنگ ډیرو خطرناک ثابت بدلی او همدغه خبرونه او خبری مسایل په خپل نورو همکارانو سره شریکول په دغه پیښو کې د امنیتي ارګانونو له لوري ډیره سخت بې غوري سوې ده. موږ د جګړې هیڅ اړخ نه یو، موږ له هیچا سره جګړه نه کوو. موږ هغه څوک یو چې مې کیمرا او ریکارډر ومني ډیسک مو وسیله ده او دا وصله وازی دلتا دا خلق و وطن او ملی گرد و دشغلونی او سطنی دا پاره استعمالو
مکدې زموږ امنیت نشه تلې تروغ چې موږ پوره اطمینان نسو نی په خپل ما بینځنو کې کامل اطمینان نه موږ نور نه د دولت خبرونه خبرولای سو نه د وسوال مخالفینو خبرونه خبرولای سو دی پیږي خپل خبرونه کوي څوک چې زموږ امنیت نشه تلې څوک چې موږ ته زموږ د بې وسلی کسانو د امنیت ډاډ نسره کولای موږ په هغه ساحه کې کار نشو کولای. عبدالمنان ارغند خبرنگار آزاد بود که از 13 سال به این سو با رسانه‌های محلی، ملی و بین‌المللی کار می‌کرد و در حال حاضر به حیث خبرنگار با تلویزیون کابل نیوز و آژانس شنوا ایفای وظیفه می‌کرد. رویداد ترور عبدالمنان ارغند شهید و سطح گسترده محکوم شده است. رئیس جمهور، رئیس اجرائیه و برخی از مقام های دیگر این رویداد را شدیداً محکوم کرده و به اداره های مربوط دستور دادند تا این رویداد را به گونه جدی بررسی و عاملان آن را مجازات کنند. نهادهای مدافع از خبرنگاران و رسانه‌ها در برابر شهادت ارغند واکنش جدی نشان دادند و حکومت را متهم می‌کنند که در بخش مسئولیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها اقدام نمی‌کند. از سوی دیگر رئیس کابل نیوز می‌گوید که عبدالمنان ارغند شهید پیش از این تهدید شده بود و این مسئله را با نهادهای امنیتی نیز شریک ساخته بود. داد روزگان ولایت مرکز ترینکوت شهر د چلنګر سیمه ده. رویداد ترور عبدالمنان ارغند با واکنش گسترده حکومت، رسانه‌ها و نهادهای مدافع از خبرنگاران و رسانه‌ها مواجه شده است. در این میان رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه بر رویداد شهادت عبدالمنان ارغند خبرنگار کابل نیوز ابراز تأسف کردند و دستور دادند که این رویداد به گونه جدی بررسی شود. به خانواده ارغند شهید، دوستان و جامعه رسانه‌ها ابراز همدردی و تسلیت می‌کنم و به مسئولان مربوط دستور می‌دهم تا این رویداد تروریستی را به گونه همه‌جانبه بررسی و عاملان آن را به پنجه قانون بسپارند. تروریستان به خاطر پنهان ساختن جنایات خود، از بین بردن آزادی بیان و ایجاد فضای وحشت، مردم عام و کارمندان رسانه‌ها را هدف قرار می‌دهند. آنان هیچگاه باید به این اهداف شومشان نرسند. شهادت شادروان عبدالمنان ارغند ثابت می‌سازد که آزادی بیان، رسانه‌ها و خبرنگاران نیز که در شرایط دشوار به مردم اطلاع رسانی می‌کنند، از حملات تروریستی مسئول نیستند. من بر شهادت شادروان ارغند ابراز تأسف می‌کنم و به خانواده، دوستان، اداره تلویزیون کابل نیوز و به خبرنگاران قندهار و تمامی خبرنگاران افغان ابراز تسلیت می‌کنم. از سوی دیگر خبرنگاران و نهادهای مدافع رسانه‌ها نیز این رویداد را محکوم می‌کنند و می‌گویند که حکومت باید این گونه رویدادها را به گونه جدی و همه‌جانبه بررسی کند و نتایج آن را با مردم شریک سازد. با توجه به این که نهادهای امنیتی در جریان مسئله بودند، در جریان تهدید بودند، وقتی آقای ارغند به شهادت می‌رسد، معنای کمکاری نهادهای امنیتی را می‌رساند. یعنی اینا در جریان قضیه هیچ کاری انجام ندادند. ما فکر میکنم باید پاسخگو باشن نهادهای امنیتی و باید به خانواده مطبوعات افغانستان دلایلی که تامین امنیت آقای ارغند صورت نگرفته را ارائه بکنن و الا کسایی که در رأس کار هستند، در رأس تامین امنیت خبرنگاران به صورت ویژه و ناحیه که آقای ارغند به شهادت رسیده هستند، اونا باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن. افغانستان که در کوم لوری مسالات یوی د ژورنالستان په مقابل کې نه احساس ده مسئولیت لري، نه داور تلمولیتوب لري چه جورنالستان باید آزاد خپل کار بکین. و جورنالستان زه فکر کوم چه دیر دغه درې ورځې وړاندې چه د جورنالستانو کومه غونډه وه، په هغو کې کوم معمار او ارقام چې د یو کال په اوږدو کې خپاره شول، دا ښایي چې کال په کال په دې وروستیو کې کال په کال د ژورنالستان ستونزې له امنیتي اړخه او له ګواښونو له اړخه د دوی ستونزې زیاتوي. آنان با ابراز نگرانی میگویند که قتل های هدفمند خبرنگاران افزایش یافته است و اگر حکومت در بخش مسئولیت خبرنگاران اقدام نکند، آزادی بیان با تهدید جدی مواجه خواهد شد.
دغه سه هدفي وژنې د اندېښنون کې دي په دې باندې موږ ډیر خپای نو بیا هیله لرو چې حکومت څنګه چې دوی ژمنې کوي تل چې د خبریالانو ژوند ته به پاملرنه وکړو دغه په عمل کې وکړي د ژمنو نه تیر شي عملي کارونه وکړي د خبریالانو ژوند په افغانستان کې د کړاو سره مخ د تاوتریخوالی ورځ تر بلې د خبریالانو پر وړاندې ډیریږي او دا ډیر د اندېښنې وړ ده. خبرنګارو با تهدیدات امنیت بیشتر راستای مخالفان حتی زورمندان محلی مواجه میشد. متاسفانه با وصف ازی که حکومت نهادهای امنیتی بارها تعهد کردند که ما به خاطر حفظ جان و یا مسئولیت کاری خبرنگاران تلاش میکنیم، اما در عمل متاسفانه اینا دین دستاورد آنچنانی نداشته. کلام نخواندان و جوان تا دی پاملر نو که دوی ده هیچ هم ندی و ده هر چه دی دوی ده هیچ ها پر گرد بانی اخپل مقدس دن ده نمصرفی بلکه ده حقایق و پویلو سر دوی حقایق خلق و تولانده کهی او ده دوی جوان او ده دوی ده کورنه و جوان تا باید پاملر نو منگ ده کنرل خواریالان طول دیر زیاد خپایی و دیر ستومانه ای و او دیر ودر ده ولو ده دیر غمجنه پیخه ده منگ پا کلک و تکو ده پیخه غندو او منگ ده هغه خلقو ده مجازات و گفتنه کهو چی ده کار و ده عملی تر سره کرده ده. از سوی دیگر رئیس تلویزیون کابل نیوز میگوید که عبدالمنان ارغند شهید قبلا تهدید شده بود و خود این مسئله را با نهادهای امنیتی نیز در جریان گذاشته بود. عبدالمنان ارغند که د کابل نیوز خبریالو او د کابل نیوز په کې او شمیر نور رسنیو سره هم همکاري درلودله، د بل مرغه نن سار د دیموکراسۍ د دښمنانو، د بیان د ازادۍ د دښمنانو او د هیواد د دښمنانو لخوا د قندهار په نهم امنیتي حوزه کې شهید کړی شو. د ده شهادت کابل نیوز ته او ټولو رسنیزو کورنۍ ته یو ستر زیان دی. ډېر د تاسف دا دی چې مخکې نه دغه ګواښونه موجود و، مخکې نه ملي امنیت په جریان کې و چې رسنیو ته، ژورنالیستانو ته او پخپله عبدالمنان ارغان صاحب ته دغه ګواښ موجود و، لیکن هیڅ داسې ګام وانه اخیستلی شو چې ده ته خوندیتوب ورکړی شي، د ده امنیت وساتلی شي. زه د کابل نیوز د مسؤول په توګه د هیواد د دښمنانو دغه عمل په کلکه غندم او د حکومت نه غواړم چې جدي تحقیقات وکړي، د ده قاتلین چې څوک دي هغه پیدا کړي او باید د خپلو اعمالو سزا ورسوي. همزمان با این ارگ ریاست جمهوری، وزارت امور داخله و اداره مستقل ارگانهای محلی از بررسی این رویداد خبر می دهند و می گویند کاملین این رویداد مجازات خواهند شد. پلیس وظیفه گرفته که قضیه را به صورت همه جانبش بررسی بکنند و تحقیقات در مورد دست خود ولایت آغاز شده و نیاز است که به صورت همه جانبه اونچه که از گذشته ها اگر موارد متوجه همکار ما بود و یا ای که چگونه یه حادثه اتفاق افتیده این را همه جانبه بررسی کنیم. امیدوار هستم که قضیه همکار عزیز ما به زودی بررسی بشه و نتیجه بررسی را حتما با رسانه ها شریک می‌سازم. شهادت خبرنگار محترم رسانه کابل نیوز آقای شهید ارغند در ولایت قندهار که رویداد بسیار بدی بود، متاسفانه در روز مطبوعات رویداد به وقوع پیوست، برای فامیلشان و برای خانواده رسانه‌ای تسلیت عرض می‌کنم. خبرنگار تلویزیون کابل نیوز در حال در ولایت کندهار به شهادت می‌رسد که نهادهای مدافع از رسانه‌ها می‌گویند که سال گذشته خونین‌ترین سال برای خبرنگاران افغانستان بود و در این سال 20 تن خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای کشته شدند. عبدالمنان ارغند یکی از خبرنگاران محلی تلویزیون کابل نیوز و همچنان با برخی رسانه‌های دیگه هم در زون و جنوب به ویژه در ولایت کندهار همکاری داشت، اما گفته های وجود داره که او پیش از این هم مورد تهدید امنیتی قرار داشت و امروز هنگامی که میخواست به سوی دفتر کاریش بره از سوی افراد ناشناس مورد گلوله قرار میگیره و در نتیجه شهید میشه.
اما یگانه نگرانی خبرنگارا در افغانستان می است که با گذشت هر روز با وجود که حکومت در بخش تامین امنیت و اطلاع رسانی به موقع تعهد سپرده، برعکس از او هنوزم خبرنگارا با چالش بیشتر مواجه است، به ویژه در قسمت امنیت که هر روز این تهدید جان خبرنگارای افغان می گیرند. احمد فرید علیمی، کابل نیوز. و حال هم بیوگرافی مختصر عبدالمنان ارغند شهید. عبدالمنان ارغند شهید در ولسوالی ژره ولایت قندهار متولد شده بود. تعلیمات ابتداییش را در مکتب پیر محمد کاکر و لیسه ظاهرشاهی به اتمام رسانده بود و در حال حاضر محصل مؤسسه تحصیلات عالی میرویس نیکه بود. ارغند شهید از 13 سال به این سو با رسانه های محلی، ملی و بین المللی کار میکرد و در حال حاضر با تلویزیون کابل نیوز و آژانس خبری شینهوا به حیث خبرنگار ایفای وظیفه میکرد. بیوگرافی مختصر شهید عبدالمنان ارغند. شهید عبدالمنان ارغند پسر مولوی سردار محمد فیضانی در سال 1362 در قریه پاشمول ولسوالی ژره ولایت قندهار تولد شده بود. وی تعلیمات دینی را از پدرش کسب کرده بود و دوره مکتب را در لیسه های پیر محمد کاکر و ظاهرشاهی به پایان رسانده بود. ارغند در حال حاضر محصل مؤسسه تحصیلات عالی میرویس نیکه بود. شهید ارغند از 13 سال به این سو با رسانه های محلی، ملی و بین المللی کار میکرد. وی در حال حاضر با تلویزیون کابل نیوز و آژانس خبری شینهوا به حیث خبرنگار ایفای وظیفه میکرد. ارغند 35 سال عمر داشت و ثمر ازدواجش دو پسر و یک دختر است. رئیس عمومی امنیت ملی پس از استیضاح ولیس چرگا بر کرسیش باقی ماند. ولیس چرگا روز چهارشنبه معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی را به دلیل وضعیت جاری امنیتی در کشور و برخی مسائل دیگر استیضاح کرده بودند که در نتیجه وی دوباره بر کرسیش باقی ماند. برخی از اعضای ولیس چرگا استیضاح معصوم استانکزی را غیر قانونی خواندند و به همین دلیل در روند رایدهی تنها 66 وکیل اشتراک کردند. همزمان با فیصله استیضاح معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی، با وجود مخالفت برخی از وکیلان وی روز چهارشنبه به ولیس چرگا برای وضاحت حاضر شد. پس از آمدن معصوم استانکزی به تالار ولیس چرگا، جنجال میان وکیلان مخالف و موافق وی ایجاد شد و برخی از وکیلان این فیصله چرگا را غیر قانونی خواندند، اما برخی از وکیلان دیگر از آن حمایت کردند. آیا دغه وزیر د لمات د معلومات راکی که مستقل رئیس ده او که مستقل رئیس بیا وزیر نوی تاج کوم اساس باندې دیدل تر وخت دغه اساسی قانون تاج ته چاته شر کړی ده. ما شخصا خودم فکر میکنم که دلایل معجه نیست و امروز هم که اومده ما فکر میکنم که اصلا یک بحث جدی نیست. ما فکر میکنم آقای استانکزی پس دوباره به دفتر خود میره و این بحث ختم کنین بهتر است. دغه قانون داسی شعری خاطره ده، قانون اساسی 4 شپته ما ماده یول سم بند که ام لوی سراندوال ذکر سوی دی، ام مستقل رئیسان ذکر سوی دی چه دا سل در جمهور پا پیشنیت صلاحیت تا ولسی جرگه دی درادو دا تایید. هرچند شمار از وکیلان ادعا میکردند که در جمهوری امضا برای استیضاح وی تقلب شده، اما پس از روشن شدن نام وکیلانی که خواهان استیضاح معصوم استانکزی شده بودند این جنجال حل شد. کسانی که امضا کرده میگن که امضای ما جعلی است، ساختگی شده هست. اگر ساختگی نیست صدا کنن نامایش بگیره و بگوی که ما امضا کردیم. را تکرار میکنم، هر وقتی که اینمی استیضاح صورت گرفت روان کنین تمام اسناد به کریمینال تکنیک، هر وکیلی که امضایش درست نبود مسئولیتش در ما است. 48 تن از اعضا امضا کرده، از همین 48 کی امضای خود نکرده فردن دست خود بالا کنه. برخی از اعضای ولیس چرگا که بر استیضاح معصوم استانکزی تاکید داشتند وی را متهم به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ایش کردند و افزودند که وی در برابر رویدادهای امنیتی اخیر در کشور بی‌تفاوت است. امنیت ملی او بی‌طرفی خود را و او کار مسلکی خود را که برای قلقم دشمن از طریق استخبارات و کشفی بوده باشه
دقت نمیکنه، ولی در مسائل سیاسی افغانستان در سرکوب نه تنها مخالفین سیاسی نظامی افغانستان، بلکه حتی در بخش سرکوب به آشیراندن منتقدین سیاسی نظام هم از این نهاد، از امکانات حکومتی کار گرفته میشه. آیا رئیس امنیت ملی اجازه دیده لری چی دیده زینه ترکیه تا پرواز وکی دی دوستم صاحب سر باس وکی چی راسی؟ آیا رئیس امنیت ملی حق دیده لری چی مزار تلار سی او دی والی سرکینی ترسو پر چی والی تا رضایت ورکی چی دی کرسی نبر طرف سی؟ آیا تداخل پا پارلمان که دی امنیت ملی کار ده کنه ده؟ اما رئیس امنیت ملی نتهامات وکیلان را رد کرد و میگوید که نهاد امنیت ملی برای ثبات کشور کار میکند و در برابر رویدادهای امنیتی اخیر در کشور گامهای مؤثر برداشته خواهد شد. سوال شده که امنیت ملی یک اداره تکنیکی کشفی و به حساب استخباراتی است که معلومات جمع بکنند دارند و یک اداره پلیسی نیست. کدام کشور است که بدون استخبارات پلیسی ساخته میتونه؟ امیر شما برای من نشان بدین. اگر تحلیلی ارائه نکنین، اگر معلوماتی ارائه نکنین، اگر معلوماتی راپورهای کشفی و استخباراتی نباشه، اگر وزر تحلیل نکنین، کدام مملکت است که پلیسی خود ساخته میتونن؟ ما پلیسی ساز نیستیم، ولی ما مجبور هستیم، مکلفیت داریم، جز وظایف ما هستن که در برابری از این که به حساب جاسوسی و ضد جاسوسی باید اقداماتی را عملی بکنیم. پس از وضاحت معصوم ستانکزی، برای وی صندوق رای اعتماد و عدم اعتماد گذاشته شد. اما این بار شمار زیاد از اعضای ولسی جرگه از تالار بیرون شدند و در روند رای دهی تنها 66 وکیل اشتراک کردند که در نتیجه معصوم ستانکزی دوباره بر کرسیش باقی ماند. رای تایید 19 و رای سلب اعتماد رای رد 44، سلب اعتماد باطلم عدم قناعت 2 و سفیدم 1. بناهم در نتیجه استیضای امروز 50 به علاوه 1، یعنی اکثریت کل اعضا را به حیث رای رد تکمیل کرده نتانست، رئیس عمومی امنیت ملی کماکان به حیث رئیس امنیت ملی به وظیفه خود باقی ماند. معصوم ستانکزی رئیس امنیت ملی میگوید که علاوه حمله بر هتل انترکانتیننتال، در پیوند به چندین حمله خونین دیگر در کابل نیز چندین تن گرفتار شدند که ارگانهای عدلی و قضایی حکم خود را در مورد آنان به زودی صادر خواهد کرد. شورای علمای اهل تشیع افغانستان از مردم میخواهند تا زمانی که امنیتشان تامین نشوند برای اشتراک در انتخابات ثبت نام نکنند. در اعلامیه نشر شده از سوی این شورا آمده است که حکومت وحدت ملی در تامین امنیت ناکام مانده است و هر روز صدها افغان به دلیل ناامنی های جاری کشته می شوند. اعضای این شورا از حکومت میخواهند تا در قدم نخست امنیت سراسری را برای انتخابات تامین کند و پس از آن انتخابات را برگزار نماید. حمله خونین بر اداره توزیع تذکره در کابل که در نتیجه آن به صدها تن تلفات وارد شد، واکنش اقشار مختلف مردم را به سطح کشور برانگیخته است. به تازگی شورای علمای اهل تشیع افغانستان با نشر اعلامیه از مردم خواستند تا زمانی که حکومت امنیت مراکز ثبت نام را تامین نکند، آنان در روند ثبت نام اشتراک نکنند. امنیت کاملا تامین نشده و مردم در خطر هستند زمان ثبت نام یا زمان رای دادن انتخابات، یا مردم حداقل اشتراک نکنند انتخابات. در اعلامیه فرستاده شده از سوی شورای علمای اهل تشیع آمده است که حکومت وحدت ملی در تامین امنیت ناکام مانده است و هر روز صدها افغان به دلیل ناامنی های جاری کشته می شوند. اعضای این شورا از حکومت می خواهند که نخست امنیت سراسری را برای انتخابات تامین کند و پس از آن انتخابات را برگزار نماید. در رابطه با انفجاری که صورت گرفت در دشت برچی در سایت انتخابات که به طور تحریم انتخابات انتامی پروسه رای دهی است، این خواست شورای علمای اهل تشیع افغانستان از مردم در حالی است که از آغاز روند ثبت نام برای اشتراک در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها بر برخی از مراکز انتخاباتی در شمار از ولایات به شمول پایتخت حملات صورت گرفته است و در نتیجه این حملات ده ها تن کشته و زخمی شدند. طالبان مسلح عملیات نظامی بهاریشان را به نام خندق اعلام کردند. در اعلامیه نشر شده از سوی گروه طالبان آمده است که
بزرگترین مانعی در برابر سال قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن و پایگاه های نظامی امریکا است که تمرکز بیشتر عملیات بهاری به نام خندق آنان بر سرکوبی و یا زنده اسیر گرفتن نیروهای خارجی و حامیان آنان خواهد بود. اما شورای عالی صلح میگوید که طالبان مسلح باید راه صلح را انتخاب کنند، زیرا خواسته هایشان را از طریق جنگ به دست آورده نمی توانند. طالبان مسلح عملیات بهاری سال جاریشان را به نام خندق اعلام کردند. در اعلامیه رسمی که از سوی گروه طالبان بر رسانه ها فرستاده شده آمده است که تمرکز بیشتر عملیات خندق بر سرکوبی و یا اسیر گرفتن نیروهای آمریکایی و حامیان آنان خواهد بود. در اعلامیه طالبان مسلح آمده است که همزمان با اعلام این عملیات، حملات راکتی را بر میدان هوایی بگرام انجام داده و تلفات را نیز به نیروهای خارجی وارد کرده اند. در اعلامیه طالبان مسلح با طرح مخالفت صلح حکومت افغانستان به گونه مستقیم مخالفت نشده است، اما گفته می شود که قرارداد امنیتی میان کابل و آمریکا و موجودیت پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان سبب سبوتاژ تلاش‌های صلح شده است. در یک بخش اعلامیه آمده است که در عملیات خندق در مقابل استراتژی جنگی جاری اشغالگران بیشتر بر عملیات چریکی، هجومی، نفوذی و تاکتیک‌های پیچیده دیگر برای سرکوبی و یا زنده اسیر گرفتن اشغالگران آمریکایی و حامیان آنان تمرکز خواهد شد. وجود قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن که در نتیجه آن برای ادامه جنگ پایگاه‌های متعدد نظامی آمریکا ایجاد شده است، از جمله عواملی است که آمریکا بر اساس آن امکانات هر گونه صلح را سبوتاژ و در افغانستان بر تشدید و گسترش جنگ تاکید می‌کند و به موضع‌گیری امارت اسلامی در مورد صلح پاسخ منفی می‌دهد. در اعلامیه طالبان مسلح همچنان آمده است که جنگ تا خروج نیروهای خارجی از افغانستان ادامه پیدا می کند. همزمان با این شورای عالی صلح بار دیگر از طالبان مسلح خواست تا طرح صلح حکومت افغانستان را بپذیرند و از جنگ دست بردار شوند و تحقق اهدافشان را از طریق راه‌های قانونی جستجو کنند. با اونا باید یادآور شوند که شما از طریق جنگ که می خواهید بر افغانستان مسلط شوید، حکومت دلخواه خود تشکیل بدهید، اوضاع در داخل و در خارج برای تحقق ای آرزوی شما اعضای جنگ مساعد نیست. رئیس جمهور غنی در نشست پروسه کابل در ماه فوریه سال جاری گفتگوی صلح را بدون هیچ پیش شرط به طالبان مسلح پیشکش کرد، اما اعضای شورای ملی میگند که پیشنهادهای یک جانبه حکومت و طالبان مسلح نتیجه نمیدهد، زیرا در این پیشنهادها تمام خواستهای هر دو جناح شامل نشده است. آنان میگویند که برای آغاز گفتگوی صلح با طالبان مسلح یک جرگه مشترک میان دو طرف ایجاد شود. مهم داده چه د دې طرح په زبانه د مسودو په زبانه منګه اول طالبانو ته لاسرسی ولرو، یا هغه خلق چې طالبانو سره دین سوزی لري یا خیر خوا دی، یا هغه خلق د ځان سره ملګری کو، او داسې و جرګه چې دواړو طرفونو ته د منلو وړ وي، دغه سی جرګه رامنځته شي. طالبان در حال عملیات نظامیشان به نام خندق را اعلام می‌کنند که در استراتژی اعلام شده از سوی رئیس جمهور آمریکا بیشتر بر جنگ تمرکز شده است و در رابطه با صلح در آن چیزی گفته نشده است. خبرهای خارج از کشور پس از این وقفه. بازم خوش آمدید در ادامه خبرهای جهان. ایران پیشنهاد رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه برای اصلاح توافقنامه اتمی با تهران را رد کرد. حسن روحانی تلاش‌های آمریکا و اروپا برای تغییر در این توافقنامه تایید شده شورای امنیت سازمان ملل را غیرقانونی و نامشروع خوانده است. رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه روز سه‌شنبه پس از ملاقات در واشنگتن گفتند که بر توافقنامه جدید کار می‌کنند که برنامه راکتی و مسائل دیگر ایران را نیز شامل شود. بیجنگ از مانورهای نظامی گسترده دیگر در نزدیکی تایوان خبر داده است. مقامهای بیجنگ میگویند که با انجام این مانورها به حزب حاکم تایوان این پیام را میرساند که هر گام استقلال طلبی آنان با واکنش جدی مواجه خواهد شد. چین تایوان را بخشی از خاکش میخواند و هشدار داده است که اگر این جزیره اعلام استقلال کند با برخورد نظامی بیجنگ مواجه خواهد شد. سرویس خبری ما در همین جا به پایان رسید. سپاسگزارم از همراهیتان. تا دیدار دیگر، الله نگهدار.